سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونیم که امشب هم با ما هستید تا با خانم دکتر پریسا کدیور، مؤلف کتاب جامعه‌نگاری عهد قاجار صحبت کنیم. کتاب جامعه‌نگاری عهد قاجار کتابی هستش که امسال عیدی ققنوس بود و در اردیبهشت ماه برای عرضه عمومی منتشر شد و روانه بازار شد. امروز در خدمت خانم کدیور هستیم تا درباره اهمیت عهد قاجار، درباره تاریخ این عهد صحبت بکنیم. در مقدمه یا پیشگفتار یا سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم، وقت شما هم بخیر. ممنونیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستیم خانم دکتر. اگر صحبتی دارید عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم دکتر حسین‌زادگان عزیز و همکاران عزیزمون در نشر وزین ققنوس و همچنین همراهان عزیزی که به ما پیوستن و امیدوارم که حوصله کنند و تا پایان ما رو همراهی کنند. من داشتم گوش میکردم مقدمه شما رو، میخواد من همینجا در واقع بعد از احوال پرسی و سلامی که خدمت شما داشتم متوقف کنم کلامم رو و شما مقدمه میفرمودید من پس از پایان ما وقتی در حضور شما هستیم و میدونم ترجیح همه دوستان در این هستش که صحبت های شما رو بشنوند، اگر اجازه بدید بریم سراغ کتاب و به نظر من از عنوان کتاب در خدمتتون باشیم، چون دوستان عموماً به دلیل اینکه این کتاب عیدی ققنوس بود و همینطور منتشر شده و در کتاب فروشی ها موجود هستش با این کتاب آشنا هستن، کتاب جامعه نگاری عهد قاجار. و سوال من درباره عنوان کتاب هستش. اتفاقا خانم دکتر نشون دادن که از واژه ها خیلی دقیق و با مفهوم خاصی و با قصد خاصی استفاده میکنن، همینجوری که قبل از اینکه شما تشریف بیارین درباره پیشگفتار مؤلف که با عنوان سطرهای همیشه نخوانده صحبت شده بود، من فکر میکنم این دقت نظر شما و قصد و منظوری که در عنوان این کتاب هم داشتید حتما برای مخاطبان جذاب هستش. بله، خواهش میکنم. بله، من حقیقتش عنوان سطرهای همیشه نخوانده رو به این خاطر انتخاب کردم چون مخصوصا در مورد کتابهای تاریخی به طور خاص و عموما کتاب ها معمولا عزیزان مخاطب یک راست میرن سراغ فصل اول کتاب و وارد متن میشن. شاید ضرورت براشون نداره که پیش گفتار رو و مقدمه کتاب رو که در واقع چارچوب نظری که هست که نویسنده انتخاب کرده برای کتاب رو مطالعه کنن. مخصوصا علاقه مندان به تاریخ خیلی اشتیاق دارند که برن یک راست سراغ مباحث تاریخیه. اما اون روی کردی که مورخ انتخاب میکنه برای این که در طول کتاب و در طول اون اثرش اون مطالب رو پیاده کنه و بیاره بسیار حائز اهمیته. و خب این در واقع ناخوانده شدن، این در واقع نادیده شدن، گرفته شدن، شاید در واقع باعث بشه که مخاطب و خواننده به مراد و منظور مورخ در واقع دست پیدا نکنه. من این عنوان رو انتخاب کردم که مخاطب رو برانگیزم با من همراه بشه و رویکرد در واقع با چهارچوب نظری وارد محض بشه. علتش این هست که روی کرده که من در کتاب انتخاب کردم دقیقا وجه تمایز کتاب جامعه نگاری عهد قاجار با آثاری است که در ارتباط با دوره قاجار نگاشته شده و دقیقا همون علتی است که میخواد مخاطب رو در واقع متقاعد کنه که این کتاب رو بخوان تا آخر. ما در حوزه تاریخ نگاری قاجار
کتاب‌های متنوع و متکثری نگاشته شده. اصلا کتاب شناسی تاریخ قاجار یکی از وسیع‌ترین پژوهش‌های تاریخ ایران رو در بر می‌گیره. اما این پژوهش‌های گسترده یک ویژگی مشترک دارند و اون این هست که همگی حول و حوش فرادستان و نخبگان جامعه دوره قاجار نگاشته شده. علتش هم این هست که رویکردهای غالب در تاریخ ایران با پذیرش عامیانه و کنشگری صاحبان قدرت و نخبگان فکری یا تاریخ نگاری سیاسی بوده یا تاریخ نگاری روشنفکری بوده. یعنی آثار تاریخی یا روایتگر حکایت پادشاهان و رجال سیاسی و مناسبات قدرت بودند یا اینکه مانند این دو دهه اخیر و حالا دوره‌های اخیر راوی اندیشه نخبگان فکری و سیر تصور فکری در ایران بودند. به عبارتی تاریخ نگاری ایران خیلی سبقه نخبگرا و البته مردسالارانه داره. پیش‌فرض این تاریخ نگاری این هست که صاحبان قدرت و سرآمدان سیاسی و فکری حالا تنها کنشگران سیاسی و اجتماعی بودند و بر این پیش‌فرض مورخان شاید کسر شأنشون آمده که بپردازند به مردم عادی و اصلا اونها رو به عنوان عاملیت تاریخی ببینند و به رسمیت بشناسند. به همین خاطر در تاریخ نگاری ایران خانم دکتر غایبان بزرگند و به عبارتی اصلا محجورند، گمنامند و گمشدهند در اوراق تاریخی. و دقیقا انگیزه و اشتیاق من به تاریخ نگاری از همین محجوری و با پذیرش عاملیت متفاوت از تاریخ نگاری سنتی و رایج شروع شد و اون پذیرش کنشگری مردم در عرصه به هر حال تاریخ در ایران. نخستین تجربه من در عرصه تاریخ نگاری اجتماعی و روایت تاریخ از پایین که به مردم و به بود و باش اونها میپردازه از کتاب پردنشینان عهد ناصری شروع شد که به حوزه های مختلف زیست زنان در دوره قاجار میپرداخت. در کتاب اخیرم جامعه نگاری عهد قاجار با اتخاذ یک نهله جدید از رویکرد تاریخ نگاری اجتماعی با عنوان History of Everyday Life یعنی تاریخ زندگی روزانه آمدن به زندگی روزانه مردم در یک برهه از تاریخ که قاجار باشه پرداختن. البته این رو هم اضافه کنم که اگرچه گروه هدف در این کتاب توده مردم و پیکره جامعه هستند، اما خیلی تلاش کردم که به دام تاریخ نگاری فرودستان. در تاریخ نگاری فرودستان که یک نخستین در واقع شاید روی کرد در تاریخ نگاری اجتماعی بود و خب مارکسیست ها هم در واقع اون رو بنیان گذاشتند، یک نگاه ایدئولوژیک به طبقه سرآمد داره. یعنی طبقه سرآمد رو میاد حذف میکنه یا تقطعه میکنه. من خیلی تلاش کردم که به این وادی و به این دام نیفتم و طبقه سرآمد رو هم به عنوان یک طبقه اجتماعی در دوره قاجار بهش بپردازم و اونها رو تقطعه نکنم و با خرد روایت های رجال نامدار و همچنین زنان شناخته شده و برجسته در کنار مردم گمنام و بینامونشان بتونم یک تصویر فراختر و در عین حال عینی تری رو به مخاطب ارائه بدم. اگر بخوام حالا جمع‌بندی کنم این موضوع رو و این بحث ابتدایمون رو، میتونم بگم که مهمترین تفاوت و تمایز و ویژگی این کتاب که عنوان تاریخ نگاری اجتماعی هم از همینجا در واقع برمیخیزه این هست که تلاش شده در این کتاب مردم رو از حاشیه به متن تاریخ نگاری بیاره و بتونه تصویر فراخی از آداب و عادات و تجارب زیست مردم کوی برزن رو پیش روی علاقمندان به تاریخ قرار بده.
که این نه تنها امر کمتر پرداخته شده ای در حوزه تاریخ نگاری اجتماعی هست و اصلا در تاریخ نگاری هست، بلکه میتونه افقهای تازه ای رو پیش روی مطالعات مردم شناسی و پژوهشگری فرهنگ در ایران هم بگشاید انشاءالله. خیلی ممنون. من اون تصوری که از عنوان کتاب و صحبت‌های شما برداشت کردم به نوعی نگارشی درباره جامعه در زمان قاجار هستش و خب شاید حتی میشه گفت تصویری، چون انقدر جزئیات به خوبی در این کتاب عنوان شده که میشه اینها رو تصویرش کرد و شاید میشه گفت اینها رو میشه دیدشون. اما نکته‌ای که وجود داره و این هدفی رو که شما در مقدمه هم مطرح کردین که پرداختن به عملیات و کنشگران خارج از حیطه سیاست و نخبه‌گرایی و رفتن سراغ کنشگران عادی و مردم عادی و نشون دادن عملیات اونها، آیا این اتفاق واقعا در کتاب نشون داده میشه؟ آیا هدف پژوهشگر در این کتاب و ادعا ثابت میشه؟ من در تلاش کردم که با یک گستره موضوعی به جامعه ایران در دوره قاجار بپردازم و همین هم اصلا شاید یک سبک جدید در تاریخ نویسی مردم باشه. یعنی وقتی ما داریم صحبت از تاریخ نگاری اجتماعی میکنیم، به نوعی تاریخ نویسی در مورد مردمه یا تاریخ نویسی مردم هست که خودش یک سبک جدید هست در تاریخ نگاری در ایران که بسیار بسیار تازه تر هست نسبت به حالا پیشینش در اروپا. حالا در همین حوزه تاریخ نویسی مردم هم من یک سبک جدید از روش شناسی رو اتخاذ کردم و اومدم یک خط سیر فراخ رو به لحاظ موضوعی در واقع انتخاب کردم و در این مسیر حرکت کردم. شاید کنار هم قرار دادن یک موضوعات مختلفی مثل ساختار اقتصادی، نظام طبقاتی، ساختار شهری، خلقیات ایرانیان و آداب و عادات زندگی روزمره کنار هم در تاریخ نگاری امر معمولی نباشه، اما کوشیدم تا بتونم با کنار هم قرار دادن این قطعات یک تصویر کلی و در عین حال جامع از جامعه دوره قاجار ارائه بدم. برای مثال در سه فصل ابتدایی کتاب از رهگذر پرداختن به طبقات اجتماعی، ساختار اقتصادی و ساختار شهری تلاش کردم که بستر زیست اجتماعی کسب و کار و معیشت عامه رو به تصویر بکشم. در فصل نظام طبقاتی در دوره قاجار با یک رویکرد جامعه شناختی جامعه ایران رو به 4 طبقه تقسیم کردم. یک طبقه سرآمدان که شامل اشراف و خانواده منتسب به شاه و همچنین نخبگان اجتماعی یا معادل نوتابیلیتی در حالا اروپاست که مشتمل بوده بر منورالفکران، روحانیون عالی رتبه، تجار بزرگ و همچنین رجال عالی مرتبه. در طبقه متوسط شامل کسبه، پیشوران، صنعتگران، روحانیون میانه و همچنین اطباء هستند. طبقه فروده است که بیشترین جمعیت رو در واقع به خودش اختصاص میداده، شامل مستخدمین، کارگران روزمزد و فروشندگان دورگرد و اکثریت روستاییان و عشایر بودند و بالاخره طبقه به نام یک طبقه رو من عنوان کردم در کتاب به نام افراد بی طبقه بله، که کسانی که انگلوار زندگی می‌کردند رو من در این طبقه قرار دادم. حالا علتش هم این بود، این 4 طبقه اجتماعی رو بدین لحاظ من در واقع جدا سازی کردم. معیار جدا سازی من میزان عایدات، محل عایدات و امرار معاش و موقعیت اجتماعیشون بوده. افرادی که انگلوار زندگی می کردن مثل لوتیان، متکدیان، دراویش
و حالا مطرب ها اگرچه کسب درآمد میکردن، اما از اونجایی که خیلی فرو به لحاظ موقعیت اجتماعی فرود است و نازل بودن، در این طبقه جاشون دادن. در این کتاب مثلا در این فصل نظام طبقاتی پس از این تقسیم بندی کوشیدم که با جزئیات و مفصل این تقسیم طبقات جامعه قاجار رو به تصویر بکشم که چگونه این فاصله رعایت می شده در پوشش و در آداب و رفتار معاشرتی و حالا زندگی جمعی. قبل از اینکه ادامه بدیم، این رو می فرمایین که معیار این طبقه بندی چه چیزی بوده در جامعه؟ بله، عرض کردم معیارشون یکی محل درآمد بوده، میزان عایدات و موقعیت اجتماعی و جایگاه اجتماعیشون بوده و این تفاوت و تمایز جایگاه اجتماعی و تمول در واقع مالی این فاصله رو در واقع ایجاد میکرده و انقدر این فاصله و شکاف اجتماعی در حوزه‌های مختلف زیست فردی و جمعی هویدا می‌شده، یعنی از پوشش گرفته تا آداب و رفتار حالا اجتماعی. برای مثال من خدمتتون عرض کنم، برای لوح مردان، یک بلندی کلاه مردان در یک دوره‌ای ملاک و معیار موقعیت اجتماعی و تمول مالیشون بود، آنقدر که بر رقابت کردند برای با هم دیگه بر سر بلندی این کلاه، و آنقدر شد که بلندی کلاه حالا اعیان و اشراف در رقابت به همدیگه به بیش از 75 سانتی متر رسید. شاه مجبور شد حکم بکنه که بلندی کلاه مردان چیده بشه. اون سروده معروفی بود در آن زمان که میگه بلندی کلاه سرو قدان بس که بلندی کرد، به حکم شاه جهان کردند کوتاهش. یعنی در کوی و برزن جارچی ها جار زدند که هر کس بلندی کلاهش بیش از 70 سانت باشد این رو کوتاه میکنن، میچینن. یا تعداد همراهانی که رجال سیاسی رو در کوی و برزن همراهی میکردند، تعداد همراهانی که در معیت یک صاحب منصب حرکت نشانه اون موقعیت اجتماعی بود. دکتر پولاک در سفرنامش از شاهزادگان و خانهای نام میبره که 40 تا 60 نوکر اونها رو همراهی میکرد. باز این هم در رقابت با همدیگه این همراهان افزایش پیدا میکرد، آنقدر که مثلا اتابک تعداد همراهانش به 200 نفر میرسید. خب این فاصله و شکاف اجتماعی در دوره قاجار در بحث ها و حوزه های مختلف آشکارا باید این هویدا می شد. البته خانم خدمتتون عرض کنم که نظام طبقاتی، فاصله اون طبقاتی در ایران مانند اروپا اینگونه نبود که گذار بین طبقاتی غیر ممکن باشه. در اروپا در همون زمان گذار بین طبقاتی غیر ممکن بود، یعنی اون خلوص خونی و همچنین تعهد به آداب و رسوم طبقه سرآمد بسیار بسیار زیاد بود، در حالی که در ایران این گذار طبقاتی امکان پذیر بود. مثلا اینکه حالا یکی از اطرافیان شاه به واسطه نظر عنایتی که شاه بهش میکرد میتونست یک منصب هم پیدا کنه، یک عنوان هم پیدا کنه، لقب هم بگیره بعد اصلا بیاد متمول هم بشه و بعد اصلا بیاد یک وصلت بکنه با خاندان به هر حال اشراف و حالا منتسب به شاه و اصلا یک اشرافیتی هم پیدا کنه، تغییر بده، البته یک نسل، یعنی میتونست طبقه اشراف پیشینه یک نسلی داشته باشه. اما یک اتفاقی که رخ داد و من در همین فصل بهش اشاره کردم این بود که در جریان انقلاب مشروطه ائتلاف‌های میان طبقات اجتماعی صورت گرفت که کم نظیر بود. در به طور مثال در خود انقلاب مشروطه بخشی از طبقه نخبه
نخبه اجتماعی از جمله منورالفکران و روحانیون تراز بالا آمدند یک ائتلاف کردند با بخشی از طبقه متوسط، یعنی تجار خرده پا و کسبه بازار. اینها جریان طبقه متوسط رو ایجاد کردن، جریان مشروط خواه رو شکل دادن. و در مقابل اتفاقا طنز تلخ تاریخ این بود که فروترین طبقه فرودست آمدن پیاده نظام طبقه اشراف و دربار شدن و در مقابل جریان مشروطه ایستادن. یعنی یک ائتلاف بین طبقاتی در جریان انقلاب مشروطه شکل گرفت که یک تحولی بود در این فاصله و شکاف طبقاتی. البته که در به قول معروف دوران و در فضای آشفته پس از مشروطه، اگرچه که بگان و طبقه سرآمد و اشراف و اعیان محافظه‌کار مانع از تحقق مطالبات برابری خواهی شدند و از سوی دیگه اون طبقه فرودست هم در واقع پذیرفته بودند این فاصله رو و اون رو به عنوان یک پدیده طبیعی و ازلی پنداشته بودند، اما اتفاقی که افتاد این بود که انقلاب مشروطه در واقع آغاز یک مسیر بی‌بازگشتی شد که به سمت کاهش فاصله طبقاتی جلو رفت. خب من در این فصل مفصل به ساختار طبقاتی پرداختم. بعد در فصل بعد، حالا اگر فرصت باشه من یک مروری کنم روی فصل ها اگر که بتونم وقت داشته باشم خانم دکتر. من چون دوستان ما خیلی ها، البته من خیلی ممنون میشم که شما رو بکنیم، ولی معمولا دیدن برنامه قبلی هم که در کتاب فروشی خوب پردیس مشهد و صحبت های خوب شما و منتقد گرامی این کتاب، اگر بفرمایید بشمان و بعد بریم سراغ سوالاتی که در دایرکت یا کامنت ها از ما پرسیدن و خواستن که ما از شما بپرسیم. حتما. من در ساختار اقتصادی، خب به طور کلی به مبادلات مالی و پولی در دوره قاجار، وضعیت تجارت و داد و ستد خارجی، دستگاه مالیاتی حکومت قاجار و همطوری وضعیت معیشتی شهرنشینان، روستاییان و ایلات پرداختم. در فصل ساختار شهری در دوره قاجار، ضمن شهر و توصیف الگوی عمومی ساختار شهرها و فضاهای عمومی مثل حمام و بازار و کاروانسرا و محلات، به سیر دگرگونی چهره شهرها و نزدیک شدن الگوی شهرها به الگوی شهر مدرن و اروپایی پرداختم. اینکه چگونه عناصر قدیمی شهرها تغییر کارکرد دادند، برای مثال دروازه های ورودی میادین حذف شدند و میادین محل اتصال خیابان ها شدند، الگویی که ما الان در الگوی شهری مدرن میبینیم. چگونه عناصر جدید شهری ایجاد شدند، مانند خیابان های عریض و مستقیم که نماد شهرسازی مدرن شدند و اصلا به سبک تهران معروف شد در از اواسط دوره قاجار، به طور خاص از دوره ناصری. خیابان های مثل باب همایون، لاله‌زار، چراغگاز، اینها علاءالدوله ساخته شدند. چگونه فضاهای جدید شهری که مانند تماشاخانه، بانک، چاپخانه، مغازه های لوکس کنار این خیابان های عریض شکل گرفتند. بعد پرداختم به الگوی ساخت و ساز معماری خانه ها که چگونه این معماری در طول دوره قاجار تغییر پیدا کرد. خانه هایی به سبک نیمه سنتی نیمه غربی ساخته شدند در حاشیه معابر اصلی، برخلاف اون حالا الگوی سنتی که در کوچه پس کوچه ها خانه ها ساخته می شدن. دیوارهای کاهگلی و بلند جای خودشون رو به دیوارهای آجری کوتاه دادن. حیات اندرونی و بیرونی به یک حیات مرکزی تبدیل شد. بعد در بخشی از همین فصل پرداختم به خدمات شهری و اینکه چگونه با افزایش جمعیت شهری در طول قرن 19 و بعد قرن 20 و با گسترش شهرها و افزایش مراودات دیپلماتیک و تأسیس سفارتخانه ها در پایتخت و شهرهای بزرگ، حکومت ناگزیر شد به ارائه خدمات نوین شهری
مانند بهسازی کوچه ها، نظافت شهرها، روشنایی معابر، تأسیس قراولخانه و امنیت شهرها. و در این مسیر و در این توصیف هم تلاش کردم که با جزئیات این تطور رو و این بله بیان کنم. برای مثال مثلا در بحث روشنایی شهرها میخوام خدمتون با خودمون همراه داشته باشیم در اون تصویر سازی از تاریخ. حالا حتی در حین گفتگوی ما هم این تصویر سازی رو خیلی دوست دارم اگر بتوانم در مخاطبم داشته باشم. مثلا در اواسط دوره ناصری روشنایی معابر شهرها داده شد به یک بخشی به نام دایره روشنایی در اداره اعتصابیه که و مسئولیت روشنایی معابر اصلی به اونها داده شد. حالا همین تطورش که چگونه مثلا در اون خیابانهای اصلی مثل ارگ، مثل خیابان باب همایون، علاءالدوله، لاله‌زار آمدند ابتدا فانوس‌هایی رو گذاشتند که با شمع استارین حالا روشن میشد به فاصله 20 تا 30 قدم، چراغچی هایی رو استفاده کردن که این شمع ها رو روشن کنه. بعد چراغ زنبوری شد، فانوس ها با شمع ها جای خودش رو داد به چراغ زنبوری، بعد جای خودش رو داد به چراغ گاز که و بعد در نهایت که در دوره مظفرالدین شاه تأسیسات یک شبکه برق در واقع آغاز به در واقع راه اندازی شد، در دوره محمد علی شاه آغاز به کار کرد. اما با وجود این من خدمتتون عرض کنم که قاطبه شهرها در ایران حتی در دوران ظلمت در ظلمت و تاریکی بود و افراد متمول وقتی که میخواستن شب در کوی و برزن رفت آمد داشته باشند یک مستخدمینی داشتند که به نام فانوس کش که این فانوس پیش روی اینها روشن میکرد و میبرد و مردم عادی هم چراغ زنبوری و فانوس به دست داشتند و در ظلمت در واقع شهرهای ایران بود. در شما جامعه نمونه تهران هستش، یعنی شما بیشتری تمرکزتون بر چون سوال هم شده که از دوستان پرسیدن شهرهای دیگه هر به چه منوالی بودن و اینکه آیا با هم رشد کردن یا اینکه تهران اول مدرن شد و بعد شهرهای بعد. قطعا که اسنادی که به جای مانده از پایتخت بیشتره، به این خاطر من. بود که اصلا در سرشماری هایی که ما چند تا سرشماری داریم در دوره قاجار سال 1269، 1286، 1320، 1332 اینها همه قمری، این سرشماری ها عمده این سرشماری ها ما از پایتخت داریم متاسفانه، از دارالخلافه داریم. البته اندکی هم ما اطلاعات از شهرهای دیگر داریم اما اطلاعاتمون از دارالخلافه بیشتره، چون که خب یک نظام گسترده جمع‌آوری اطلاعات که دیوانی باشه حکومتی باشه که ما نداریم. اما من تلاش کردم که از سفرنامه ها از اطلاعاتی که از سفرنامه ها گرفتم و از روزنگارها درآوردم تلاش کردم که هر جایی هر در واقع سندی و هر اطلاعاتی که من از شهرهای مختلف ایران داشته باشم در کتابم بیارم و در واقع من این اطلاعات رو بتونم همراه با هم شهرهای ایران رو ببینم. کما اینکه مثلا وقتی که در حوزه فضاهای شهری آوردم در کتاب در فصل همین ساختار شهری هر از شهرهای مختلف ایران من آوردم از نگاهی که بله چرا؟ چون یک خوبی که داشت این بود که در سفرنامه اروپاییان مثلا دکتر بروگش که سفر کرده به اقصی نقاط ایران یا مثلا مثل دکتر پولاک یا مثل لندور سر هانری ساویچ لندور، اینها خوشبختانه از شهرهای مختلف ایران بازدید کردند و از قبل این در واقع خاطراتی که آوردن من توانستم اطلاعات رو از چهره شهرهای ایران در کتابم بیارم و اشاره کنم. اما قطعا تطور و تحول چهره شهرها از دارالخلافه شروع شد و در واقع به همین خاطرم هست که ما تغییر چهره شهرها رو سبک از الگوی سنتی به کهن به سبک تهران معروف شد.
من درس فصل پایانی کتاب به خلق و خوی ایرانیان، آیین‌های ملی و مذهبی و آداب و رسوم ایران و همچنین مردم ایران و همچنین روزمرگی‌های مردم پرداختم و با جزئیات و با نگاهی موشکافانه پوشش و آرایش مردان و زنان، آداب و رسوم مهمانی، عادات تغذیه و خورد و خوراک، چگونگی سفر کردن، وضعیت بهداشت و درمان، رسوم و عرف حاکم بر ازدواج و آیین‌ها و جشن‌ها و سوگواری‌های ملی و مذهبی رو پیش روی مخاطب قرار دادم که این فصل آخر یا فصل ششم کتاب که زندگی روزمره مردم رو می‌پردازه، به شخصه برای خود من جذابترین بخش کتاب بود که در حین نگارشش بسیار لذت بردم و در واقع باعث شد که احساس کنم دارم با مردان و زنان در اون دوره زندگی می کنم و خیلی تلاش کردم که با جزئیات این رو به تصویر بکشم و بیاورم، گویی مخاطبم وقتی که داره میخونه اون سطور رو ببینه و لذت ببره و حظ دیداری داشته باشه، قبل از اینکه در واقع لذت خوانش متون رو داشته باشه تلاش کردم که بتواند لذت دیداری و تجربه زیست در اون دوره از تاریخ رو داشته باشه. اتفاقا خانم دکتر، تجربه فیلم‌های و سریال‌های تاریخی نشون داده که واقعا مردم علاقه‌مندن به دونستن و دیدن دوره های تاریخی که گذروندیم، حالا به شکل های مختلفی نمایش داده میشه. چقدر این کتابی مثل کتاب شما که به عنوان منبعی هستش که نتیجه پژوهشه میتونه تاثیرگذار باشه بر اینکه این فیلم ها و سریال ها سندیت تاریخی داشته باشن و آیا مثلا این چیزهایی که الان نمایش داده میشه رو میتونیم ما ازش اطلاعات تاریخی درست دریافت کنیم، حداقل در حوزه تخصصی این کتاب، یعنی زندگی روزمره مردم؟ حالا من آنچه که حالا مشاهداتم از سریال های تاریخی رو بخوام عرض کنم خدمتتون در ایران، این بوده که کارگردانان و حالا فیلم نام نویسان آمدن با نگاه و بینش قرن 21 میخواد دارن روایت تاریخی میکنند. متاسفانه این گونه است. حالا بخشی شاید در واقع ناگزیر جذب مخاطب، بخشیش هم البته برمیگرده به این که شاید کاهش یا کمبود مستندات مرتبط با زندگی مردم، شیوه زیست مردم در گذشته، و اینکه به هر حال اون کارگردان یا فیلمنامه نویس وقتی که میخواسته در واقع یک اثر تاریخی رو خلق کنه، مستندات عمدتا پیرامون نخبگانه بود، پیرامون به هر حال سرآمدان بوده و در نتیجه از بود و باش و زیست مردم کم داشته و بنابراین نتونسته آنگونه که مطابق آن زمان بوده است بیاورد. من نمونه من خدمتتون عرض کنم، ما در حوزه پوشش، در حوزه آرایش و حتی در پرداختن به آداب و رفتار فردی و مناسبات خانوادگی مخصوصا زن و مرد، من به طور خاص در مورد دوره قاجار صحبت می کنم چون عمده سریال ها هم اتفاقا یا به هر حال فیلم های تاریخی یا پهلوی اول یا معمولا دوره قاجار هستش، خیلی دقیق نیستند، یا اصلا می توانم بگویم که منطبق با آن زمان، واقعیت آن زمان نبودند. من چند نمونه اگر مثلا خدمتتون عرض کنم، ما مثلا در دوره قاجار مناسبات زن و مرد در بحث خانوادگی اصلا مانند امروز نبوده، در حالی که تصویری که ارائه میشه در این سریال ها قرن 21، یعنی مناسبات زن و مرد و در واقع خانواده در قرن 20 عیناً داره پیاده سازی میشه در دوره قاجار، فقط پوشششون تغییر کرده، در حالی که اصلا این گونه نبوده.
ما مثلا روابط زن و مرد در دوره قاجار به شدت منفک بوده، حتی در محیط خانوادگی، و اصلا این مناسبات مناسبات عاطفی نبوده، عمدتا این گونه نبوده، و بسیاری از آداب و رسوم آن زمان بسیار بسیار متفاوت است با آنچه که به تصویر کشیده میشه. من یه نمونه خدمتتون عرض کنم. مثلا این مرد کنار همدیگه بر سر سفره غذا بنشینن، این یک نگاه قرن بیستومی، الان هم قرن بیست و یکمیه، الان به نظر ما خیلی بدیهیه، در حالی که در دوره قاجار این گونه نبوده. زنان و مردان جدا از هم صرف غذا میکردن. من در خاطرات معیر الممالک آوردم و دیدم که در کتابم آوردم که معیر الممالک نقل میکنه که چه رسم خوبیست که در اروپا همسر و فرزندان کنار مرد خانواده می نشینن و غذا صرف می کنن، و خود اون هم یکی از پیشتازان این کار هست، چون به هر حال تجددخواه بوده و نوگرا بوده. یا مثلا غذا خوردن با قاشق و چنگال، که این یک امروز از عادات ماست، اما این در دوره قاجار تا اواخر دوره قاجار حتی در میان سرامدان و نخبگان و حتی شخص شاه اینها با دست غذا می‌خوردند. دکتر پولاک در خاطرات خودش آورده است که ناصرالدین شاه رو میکنه به دکتر پولاک، میگه این چه ابزاری است، به قاشق میگه این چه ابزاری است که شما باهاش غذا میخورید، لذت غذا خوردن از سر انگشتان شروع میشود. خب این در حالی که ما امروز میبینیم که بر سر میز میشینند، اصلا عمدتا ما نگاه میکنیم که زن و مرد روی میز روی صندلی نشستن، در حالی که اون موقع اکثر روی زمین مینشستن. تو اواخر دوره قاجار ما از تجددخواهان و نوگرایان و منورالفکران شروع کردن، میز و صندلی و حالا آوردند و خوردن با قاشق و چنگال، آداب مدرن در واقع از اواخر دوره قاجار و فقط از و از میان نخبگان آغاز شد. یا مثلا من نمونه عرض کنم خدمتتون، به طور مثال مثلا اون زمان شربت ها رو در کاسه های مسین و قده های چوبی می گذاشتن می ریختن و همه با ملاقه از اون شربت میل می کردند. بعدها دیگه کم کم لیوان جداگانه آمد. اینها نمونه هاییست، یک اندکیست از تناقض ها. یا مثلا حالا البته قطعا عزیزان مخاطب بسیار حالا تصاویر حالا همسران و زنان دوره قاجار رو آوردن و دیدند کنار حالا تصاویری که ما الان در میبینیم، که البته خب بخشی این خاطره که جذب مخاطبه. حالا اگر قرار بود که با اون شمایل اینان ببرند که خب به هر حال مخاطب گریزی میشد، اما واقعیت است که مد و زیبایی و معیارها و ملاکهای زیبایی در دوره قاجار بسیار بسیار متفاوت بود تا امروزه، چه در میان زنان و چه در میان مردان. دوستان سوال کردن، حالا هر زمانی که شما صلاحیتین پاسخ بدیم، که مخاطب کتاب شما نیاز به اطلاعات قبلی داره برای اینکه کتاب شما رو بخونه؟ اتفاقا یکی از نقاط قوت کتاب این هست که من آنگونه آورده ام که اگر مخاطبی هیچ پیشینه مطالعاتی نسبت به تاریخ نداشته باشه و حتی با این فرض گذاشتم که علاقمندی هم آنگونه که یک در واقع دنبال کننده آثار تاریخی داره نداشته باشه، از مطالعه کتاب هم اون بهره رو ببره و هم اون لذت رو ببره و هم علاقمند بشه به تاریخ. به همین خاطر هست که اون تنوع موضوعی رو که انتخاب کردم بدین خاطره که مخاطب من بدون در واقع پیشینه مطالعه تاریخی و بدون پیش دانسته از تاریخ قاجار بتواند در واقع اون اطلاعات در واقع کلی رو، نمیگم کامل
نمیگم کافی، به خاطر اینکه قطعا هیچ اثر تاریخی نمیتونه ادعا بکنه که من کامل ترینم و اون که حد کفایت رو بیان کردم. هر مورخی هر تلاشی که در حوزه تاریخ نگاری میکنه، این فقط یک گامه، یک گام کوچک در حوزه تاریخ نگاری است و آثار تاریخی کنار همدیگه می نشینند و نگاه مخاطب رو گسترده تر می کنند. اما تلاشم بر این بود که مخاطب با مطالعه کتاب جامعه نگاری عهد قاجار یک تصویر کلی از حوزه های مختلف اجتماعی در دوره قاجار به دست بیاره و داشته باشه. ضمن این که هر فصل کتاب میتواند در واقع آغازگر آثار متعددی در حوزه تاریخ نگاری قاجار باشه. بله خیلی ممنون. درباره زنان به خصوص، خب به هر حال به قول شما مورخان کمی داشتیم که زنان باشن و درباره این دوره تاریخی ما کتاب تألیفی داشته باشیم، به خصوص که شما کتاب قبلیتون هم پرداختین کاملا به زنان و زنان حرمسرای ناصرالدین شاه. خواستم واقعا تغییر و تحولات زندگی زنها در این دوره‌ای که مدرنیته وارد شده و خیلی با سنت ایرانی به خصوص در این زمینه متفاوت هستش از شما بپرسم. زندگی زنان در دوره قاجار واقعا فراز و نشیب‌های بسیار داره. اتفاقا شاید میشه گفت که آغاز تحولات در حوزه زیست زنان در تاریخ معاصر از دوره قاجار شروع میشه، اگرچه ممکنه که تصور عموم این باشه که از دوره پهلوی اول این تغییرات و این تحولات آغاز شده، اما به واقع سرآغاز تغییر و تحولات در زندگی زنان از دوره قاجار هست. ما تحولات اجتماعی و سیاسی اواخر دوره قاجار، به ویژه جریاناتی که منتج به انقلاب مشروطه شد و نخستین قانون اساسی که در اولین مجلس ایران، مجلس ملی، به تصویب رسید، بسیار بر زندگی زنان ایرانی به ویژه شهرنشینان و به ویژه طبقه متوسط و سرامد تأثیر گذاشت. مهمترین این تأثیرات پذیرش حق آموزش برای دختران بود که حتی پیش از این که پیش تدوین بند 19 متمم قانون اساسی که در دومین مجلس ملی در دوره محمد علی شاه در واقع تصویب شد، در قبل از تصویب این بند که در این بند آمده است که دولت موظف است امکانات آموزشی برای همه کودکان ایرانی فراهم کنه و از همین عدم تفکیک جنسیتی اون تحول خواهان آموزشی آمدن استفاده کردن و گفتن پس بنابراین دخترانم مطابق قانون حق آموزش دارند. حتی قبل از این در واقع بند قانونی، در اواخر دوره ناصری اون طبقه نخبه آرام آرام شروع کرد و دختران طبقه سرآمد آموزش رو آغاز کردند. از جمله مثلا در من دو نمونه خدمتتون عرض کنم: زهرا خانم، زهرا سلطان، دختر رضا قلی خان نظام السلطنه است. من در کتابم عکس ایشون رو آوردم، عکس این دختر خانم رو آوردم که کنار برادران در کلاس درسی در خانه داره آموزش میبینه. یا مثلا دختران عبدالحسین میرزا فرمان فرما، اینا نخستین دخترانی هستن که رفتن در مدارس میسیونری و اونجا آموزش گرفتن. خب ما در علاوه بر این حیطه آموزش دختران که ما دیگه از انقلاب مشروطه به بعد داریم، در حیطه زندگی خانوادگی و هم موقعیت زنان بهتر شد از اواخر دوره قاجار و در اثر اون تحولات حالا تجددخواهانه و تحول خواهانه سیاسی و اجتماعی که صورت گرفت.
نیکی کدی یک گفته ای داره که من در کتابم بیشترم بهش پرداختم، میگه در اواخر دوره قاجار دختران اعیان و اشراف به هنگام ازدواج خانواده هاشون ازشون حمایت کردند که شرایط مطلوب تری رو برای ازدواج به خانواده داماد در واقع به نفع دخترانشون تحمیل کنن. من در کتابم یک عقد در عقدنامه آوردم از مخلوص خانم. مخلوص خانم دختر مصطفی عبدالحسین میرزا فرمان فرماست. مصطفی کارگزاره، یعنی حتی طبقه سرآمد متمول نیست. اما خیلی جالبه در عقدنامش آمده است که عقدنامش متعلق به سال 1330 آمده است که مخلوص خانم درس خودش رو در مدرسه آمریکایی ها به اتمام برساند، داماد خانه و وسایل برای او مهیا کند و خود مخلوص خانم به این ازدواج رضایت داشته باشد. اینها این شروط ضمن عقده که این نخستین شروط ضمن عقدیه که در ما میبینیم در عقدنامه های دوره قاجار آمده از اواخر دوره قاجار. یا مثلا چند همسری که ما تا اواخر دوره قاجار یک قاعده بود و فقیر و غنی و شاهزاده و عامه نمیشناخت و اصلا چند همسری عمومیت داشت، ما میبینیم از اواخر دوره قاجار اون طبقه منور الفکر، طبقه حالا نخبهی که رفته در اروپا درس خوانده آمده است، اینا پیشگام میشن در اتخاذ تک همسری و بعد آرام آرام تک همسری به عنوان نماد مدرن بودن و نوگرایی به لحاظ میشه و شناخته میشه و میبینیم آرام آرام در میان طبقه سرآمد این رواج پیدا میکنه. یا اصلا خدمتتون این رو عرض کنم، ازدواج تا اواخر دوره قاجار مبتنی بر یک رابطه عاطفی نبود، مبتنی بر تولید مثل بود. ما از آخر دوره قاجار ما این تغییر و تحول رو در مناسبات خانوادگی و در ازدواج میبینیم که این ازدواج داره آرام آرام تبدیل میشه به یک قرارداد عاطفی. وقتی آرام آرام تبدیل میشه به یک قرارداد عاطفی، خیلی جالبه، آداب و رسوم مرتبط با ازدواج هم به نفع زنان و ما این رو شاهدش هستیم. بعد در همین مناسبات خانوادگی ما میبینیم از اواخر دوره قاجار طلاق، گزینه طلاق به عنوان یک گزینه مشروع برای زنان برای خروج از یک پیوند زناشویی ناموفق مشروعیت شمرده میشه. تا قبل از اون اصلا گزینه طلاق، مردان حق طلاق داشتند و این کارو میکردند، اما زنان حق طلاق به عنوان نداشتند و مشروع نبود. ما میبینیم از اواخر دوره قاجار آرام آرام زنان، البته زنان طبقه سرآمد، این رو بیشتر میتونستن از این گزینه استفاده بکنن، به خاطر اینکه هم از حمایت خانوادهشون برخوردار بودن و هم ثروت شخصی داشتن و امکانش براشون بود، امکان در واقع این جدا زیستن براشون بود. و یکی از شاید جالب ترین نمونه هایی که من خدمتتون عرض کنم که در روزنگار عین السلطنه آمده، ام خاقان همسر عقدی مظفرالدین شاه که مادر ولیعهدم بوده، اتفاقا این یکی از اون شاید میشه گفت نخستین گزینه هایی که تقاضای طلاق میده و از شاه میخواد جدا بشه و جدا هم میشه از مظفرالدین شاه. حالا ما در این تغییراتی که ما میبینیم در حوزه خانوادگی برای زنان رخ میده، در حوزه اجتماعی هم ما شاهد این تغییرات در برای زنان هستیم. برای مثال ما تا دوره انقلاب مشروطه زنان محترمه در کوی و برزن حضور نداشتند و اصلا بد شمرده میشد که زنان در کوی و برزن بیان، حتی اگر برای خرید باشه. اما ما میبینیم در جریان انقلاب مشروطه نقشی که زنان دارند و جای به جای در جنبش مشروطه کنار مردان قرار میگیرند و فعالیت میکنند و مشارکت میکنند، اگرچه دنبال روی از مردان میکنند، اما حضورشون در اماکن عمومی آرام آرام مشروعیت میده به حضور زنان در اماکن. بعد آرام آرام زنان بعد از انقلاب مشروطه فعالیت اجتماعی رو آغاز میکنن.
خدمتتون عرض کنم، ما پس از در واقع تصویب قانون اساسی، خیلی جالبه، زنان تجددخواهی که همسران و پدران نوگرا داشتن و تجددخواه داشتن و در خانواده فرهنگی، الیت فرهنگی بزرگ شده بودن، اینها پیشگام میشن در تأسیس مدارس دخترانه، از جمله مثلا بی بی خانم وزیری، از جمله دختران شمس المعالی که آمدن دو تا از اتاقهای منزلشون رو برای آموزش دختران محلشون، منطقهشون اختصاص دادن. بعد آمدن زنان نوگرا، آمدند مؤسسه های زنانه تأسیس کردند، مثل مزین السلطنه، مثل محترم اسکندری. اینها پیشگامان تأسیس نهادهای زنانه هستند، اگرچه این نهادها خیریه بود، شاید فعالیت سیاسی نمی کرد، اما همین تأسیس مؤسسات زنانه خودش بسیار پیشرو بود. من یه مثال خدمتتون عرض کنم، محترم اسکندری که جمعیت نسوان وطنخواه رو داره، خیلی جالبه، بعد از این که حالا بعد از اون بسته شدن مجلس دوم تحت فشار روس‌ها که به ایران در واقع حمله کردند و شمال ایران رو اشغال کردند در واکنش به مورگان شوستر، خیلی جالبه، محترم اسکندری به همراه بخشی از تعدادی از زنان راه افتادند، در چایخانه ها مردان رو تشویق میکردند و برمیگیختند که قند استفاده نکنند، چون اون موقع قند از روسیه میامد، تحریم کنن قند رو. شما نگاه کنید، اینها فعالیت های اجتماعی و حتی با سبقه سیاسی که داره در این اواخر دوره قاجار صورت میگیره توسط زنان. بدین ترتیب انقلاب مشروطه بر زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان بسیار تأثیر گذاشت. اما این هم نباید نادیده بگیریم که این تحولات و تغییراتی که خدمتتون عرض کردم، این بخش اندکی از زنان شهری رو ازش منتفع شدن و بهره‌مند شدن، یعنی طبقه سرآمد و متوسط به بالا، طبقه فرودست، زنان طبقه فرودست و به طور ویژه زنان روستایی و ایلیاتی و عشایری، این تحولات انقلاب مشروطه به اونها نرسید در دوره قاجار. اما همون طبقه اندک زنان که در دوره قاجار تحولات در زندگی تغییرات ساختار شکن بود، آنقدر این تغییرات گسترده بود و تحولات عظیمی در زندگی زنان شهری ایجاد کرد که خودش سرآغاز تغییرات گسترده تر و حالا با شتاب بیشتر در دوره پهلوی اول شد. و این تغییرات و اون مسیر بود که در دوره پهلوی به هر حال مشاهدش هست. خیلی ممنون خانم، که ما خیلی فرصت نداریم، دوستان خیلی سوال پرسیدن. من به دوستان عزیزی که با ما بودن و سوال پرسیدن قول میدیم که این سوال ها رو از خانم دکتر بپرسیم و پاسخ خودشون برای شما کامنت میذارن که پاسخ خود خانم دکتر رو بشنوید. اما در نهایت این نوع تغییر روش شناسی در تاریخ نگاری، آیا تغییری در فهم ما نسبت به عهد قاجار ایجاد میکنه؟ البته میگم زمانمون بسیار کوتاهه، ولی واقعا در نهایت این سوالیه که فکر میکنم مخاطبین ما دارن که چه تغییری در فهم ما نسبت به زمانه قاجار ایجاد میشه. ما آنچه که مخاطبان ما و حالا علاقمندان به تاریخ از کتابهای آثار تاریخی نخبه‌گرا دارند، در واقع یک نگرش تک بعدی است. یعنی ما از منظر نخبگان همیشه یک بره از تاریخ رو دیدیم، بره قاجار یا سایر دوره های تاریخی رو. این نگاه تک بعدی آن باعث بوده شده که آنچه که ما برداشت ما از اون رویدادهای سیاسی از منظر عملیات اون نخبگان بوده،
اما آنچه که در واقعیت رخ داده و مقفول مانده بود در تاریخ نگاری و در آثار تاریخی این هست که اون رویدادها در یک بستر اجتماعی شکل گرفته بود، یعنی رویدادهای سیاسی عظیمی و گستردهی مثل انقلاب مشروطه در یک بستر اجتماعی شکل گرفته. اون بستر اجتماعی در واقع زندگی بله، اون زیست مردم عامه در واقع هم زمین ساز اون رویدادها بوده و هم متأثر از اون رویدادها بوده. تاریخ‌نگاری اجتماعی کمک میکنه که ما رویدادهای سیاسی رو در واقع با بستر اجتماعیش درک بکنیم و این باعث میشه که ما به این بپردازیم و این درک رو داشته باشیم که چگونه رویدادهای سیاسی شکل گرفتند در چه بستری و چگونه در واقع بر زیست حتی نخبگان اثر گذاشتند. یک تأثیری که داره این هست که نشون میده به ما تاریخ نگاری اجتماعی که چگونه حوزه های مختلف زیستی در یک جامعه متأثر میشه از رویدادها و این تأثیر چگونه متقابله. بنابراین درکی که مخاطب از تاریخ نگاری اجتماعی میگیره درکی است بسیار گسترده تر و بسیار مبنایی تر تا تاریخ گرایی نخبه گرا که تک عاملی و تک علیتیه. تاریخ نگاری اجتماعی روایت تاریخ از پایینه، روایت تاریخ از پایین بعد گسترده تری رو، نگاه فراختری رو پیش روی مخاطب قرار میده برای درک تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک بره از تاریخ. خیلی ممنون. ما پاسخ سوال اولمون که چرا عنوان کتاب جامعه‌نگاری عهد قاجار بود رو هم فکر کنم مخاطبان ما گرفتن و صحبت پایانی اگر هست ما در خدمتتون هستیم. ضمن اینکه واقعا تشکر میکنیم اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی، بابت کتاب بسیار خوبتون هم از شما سپاسگزاریم. خواهش میکنم. من هم سپاسگزاری میکنم از شما، از انتشارات وزین ققنوس که فرصت داد که کتاب جامعه نگاری عهد قاجار دیده بشه و من سپاسگزارم از شما از این گفتگویی که داشتیم و امیدوارم که مخاطبان ما عزیز و همراهانی که حوصله به خرج دادن و تا پایان ما رو همراهی کرده باشند علاقمند شده باشند به حالا تاریخ نگاری اجتماعی که واقعا دغدغه من بوده در تاریخ نگاری از حالا ابتدای شروع مطالعاتم بر تاریخ و به طور خاص به حوزه بود و باش مردم در دوره قاجار و امیدوارم که مؤثر بوده باشه و گفتگوی مفیدی بوده باشه برای مخاطبان و همراهان عزیز. خیلی ممنونم خانم دکتر و خیلی ممنون از همه دوستانی که با ما همراه بودن. ما قول میدیم که سوالات رو از خانم دکتر بپرسیم و ازشون خواهش میکنیم که جواب سوالات رو در کامنت برای دوستان بگذارن. خیلی ممنونیم از این که با ما همراه بودیم و باز هم از شما خانم دکتر واقعا تشکر میکنم. خیلی متشکرم. همگی بخیر. خدا میسپارم. شبتون بخیر باشه. همراهان عزیز رو هم به خدا میسپارم. خدا یار نگهدارتون. خدا حافظ.